با سلام و درود خدمت هممیهنانم، زنان و مردان ایران زمین، کارگران، مزدبگیران، معلمان و بازنشستگان و همه مارباختگان، دانشجویان شجاعی که این هفته مهر خودشون رو به سیر حوادث تاریخی در کنار کارگران ایران زدند و هفته پرشوری رو آفریدند و آتش رو به جان دیکتاتورها و ظالمهایی که بر کشور ما حاکم هستند انداختند. هممیهنان من، این هفته هفته بسیار پرشور و شری بود، چرا که تظاهرات خشمگینانه‌ای رو داشتیم در رابطه با مردم روستای جلیزی در اهواز، تجمع اعتراضی صیادان رو داشتیم در منطقه بردخون در مقابل استانداری بوشهر، بیانیه‌ای دادن دانشجویان دانشکده نفت پس از آنکه 300 نفر از اونها آمدن به تهران با لباس‌های دانشجویی خودشون ایستادن جلوی وزارت نفت و فریاد این که ما بعد از اینکه فارغ التحصیل میشیم باید که اشتغال و شغل ما تضمین شده باشه مثل همون موقعی که تا حالا بوده است، و همچنین متاسفانه افزایش قیمت سرسام آور میوه‌ها و بقیه چیزها در آستانه شب یلدا، همچنین یک سقوط یک کولبر، یک زحمتکش در دره‌های کوهستانی و برفالودی که حالا با غم و درد زلزله هم آلوده است، و کمبودهای وحشتناکی کماکان بر این زلزله زدگان و مردم محروم میهن ما حاکم هست و حکومت دزد و غارتگر و عوامل کثیف و پلید اون حتی اینجا هم برای خودشون دکون دلالی درست کردن و به عنوان اینکه میخواهند کانکس بدن به مردم، سپاه پاسداران، این آقای جعفری دوز 8 میلیون تومان هر کانکس رو نوشته قرارداد بسته، یعنی پول بگیره، در صورتی که کانکس ها حتی 2 میلیون و 800 هزار تومان هم قیمتش تمام نمیشود و حتی درون زلزله و مرگ مردم برای هر کانکسی این آقا 5 میلیون تومان داره سود میزنه به جیب خودش و همپالکی هاش. و همچنین اخبار دیگری از اعتراضات خدمات کارگران خدمات شهری داشتیم در شهرهای مختلف، یعنی در استان خوزستان، کرمانشاه، تهران و کرج، به خصوص شهرداری های منطقه 5 و 6 7 کرج قوقا کردند و تجمع گسترده‌ای داشتند. همچنین تلاشایی که کارگران معترض اخراجی داشتند در معدن چادرملو، علاوه بر اون مردم سر پل ذهاب که اعتراض کردند و در رابطه با آموزش و پرورش که مدرسه راه ننداخته، ایمنی مدارس رو دنبال نکرده، هیچ گرمایش اونجا نیست و خود مردم هم که توی اون چادرها و اون وضعیت سخت بدون توالت، بدون حمام، بدون امکانات باقی موندن، در چادرهایی که تا کمر تو گل فرو رفته و هیچ کسی دیگه به فریاد اونها نمیرسه. من اگر که بخوام این لیست رو ادامه بدم، صدها خبر در همین هفته ما داشتیم که من همینجا میخوام بسنده کنم، چرا که یک ویدیوی فوق‌العاده‌ای داریم که قدرت میده به آدم وقتی که میبینه کارگران نیشکر هفت تپه که امروز چهارمین روز اعتراضشون از سر گذروندن و جلوی فرمانداری رفتن و اعتصاب رو ادامه دادن و به خاطر اینکه حقوقشون عقب افتاده، پول بیمه‌شون رو ندادن، بخشی از اونا که اخراج کردن، بقیه به خاطر بازگشت به کار اونا اعتراض دارن، و دزدی‌ها و خیانت‌هایی که اون سیامک افشار، فتیانپور و اون اسد بیگی کردن، فریاد این اعتراض به شکلی سازمانیافته، مدیریت شده، بلند شد و به نظر من این هفته نمره 100 رو باید بدیم به این کارگران شجاع نیشکر هفت تپه که فیلمی فرستادن که ده‌ها نکات آموزشی در این ویدیو رو خواهید دید. زحمت میکشه اتاق فرمان و ویدیوی این اتفاق بزرگ رو نشون میده، بعد از اون به نکات پر اهمیت تشکیلاتی و آموزشی اون با همدیگه بررسی میکنیم تا در اعتراضات دیگه و جاهای دیگر همه ببینن که نقطه قدرت این اعتراض کارگری در کجاست که اینطور حکومت رو، فرماندار، استاندار، شهردار، مسئولین کارخونه دزد رو فراری میده و این چنین آگاهی و اتحاد و همبستگی رو ایجاد میکنن دلاورانی که از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آموزش دیدن و این اتفاق بزرگ رو
رقم زدم که یک امید بزرگی رو برای آینده ما نشان داد که این بار فرمان در دست ما کارگرهاست و رهبری کارگران سازمان یافته، تشکیلاتی و آموزش دیده چطور میتونه یک تجمع رو تبدیل به یک میتینگ پرقدرت دادخواهانه بکنه تا جایی که تمام مقامات حکومتی رو تهدید بکنن به ادامه اعتصاب و درخواست این که باید همه حقوقشون رعایت بشود و این همبستگی رو چطوری تونستن سازماندهی بکنن. از اتاق فرمان خواهش میکنم ویدیوی همین خبر رو پخش بکنن با هم ببینیم، بعد به بررسی اون میپردازیم. نوتیم ما یه نوت میکنیم، بعد حرفای اساسیمون رو خیلی کوتاه مختصر به این آقا میگیم، بعد هر کس دوستاش میاد با استاد من با دوستان عزیزمون که اومدن از تهران از روزنامه بزرگ اعتماد اومدن صدای شما رو به همه ایران برسونن. ماشاءالله ماشاءالله مردم ایران، این آقایون اومدن، این دوستان عزیز اومدن نشون بدن که این شکری که میاد سر سفره مردم ایران، این کارگران زحمتکش و رنج دیده یه هفت‌تپه چگونه تولیدش میکنن. مردم ایران باید بدونن. از خواهش میکنم به این دوستان عزیز که خطر کردن اومدن اعتماد کنید، دو دقیقه سکوت رو رعایت کنید، ما دو کلمه حرف رو بزنیم، حرفای اصلیمون رو بزنیم، هر کس هر حرفی داشت ایشون تا هر موقع دلتون بخواد اینجان، هر کی هر چی میخواد بگه. آقا یه سلوات بزرگ. سکوت کن برادرای عزیز و محترم، ما تا الان خواستمون طلب حقوقمون بوده. بله همین. 5 ماه حقوق نگرفتیم. درسته. مایی که رسمی بودیم، اونایی که قراردادی بودن که خیلی بیشتر، اونایی که روزمزد بودن خیلی بیشتر، اونایی که پیمانی بودن خیلی بیشتر. از حالا به بعد حقوق نمیخوایم. از حالا به بعد حرف ما رفتن افشار. اسدبگی، اسدبگی، اسماعیل، اسدبگی، اسد. با گذاری شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی. تا زمانی. تا زمانی کسی پاسخگوی کارگرای هفت تپه و خانواده هاشون نباشه، کار توی این شرکت تعلیقه. از فردا اعتصاب به فرمانداری منتقل میشه. باشه فرمانداری. ما 5 تا زن بودیم دیروز. آقا بذار صحبت کنه. ما بستن جاده تونستیم انقلابی ایجاد کنیم که خبرمون به فرمانداری و استانداری به تمام بخش‌های کشوری به وزارت به همه جا برسه. سلامتیشون. کار ما سمر بخش نیست جز زمانی که شما تمام برادران پشتوانه ما باشین. آقا یه سلوات بفرستیم. خبرنگار شرفش قلمشه، کسی که کانال تلگرامی هفت‌تپه رو مدیریت میکنی، سردبیره، سردبیره صدای کرخه، شرفتو فروختی. بی شرف، آقای افشار صدامو میشنوی؟ آقای اسدبگ صدامو میشنوی؟ 2 سال اومدی تعداد دروغا و وعده هاتو شمردی؟ بیشتر از چه کرامونه؟ گفتی 2 ماه صبر کنید، صداقت خرج دادیم، 5 ماه صبر کردیم، دروغ گفتی.
بی صداقتی همش دروغو عامله باز نشسته ها رو گفتی بری پول میدم دروغ گفتی گفتی بهره برداری شروع میشه همه رو همه مطالبات رو میدم دروغ گفتی گفتی مدیر یکی از مدیران واحدهای بزرگ هفت‌تپه سوادشو نداری بلد نیستی هزینه ها تو کنترل کنی اومدی حق کارگر و اضافه کاریشو زدی که هزینه ها بیاد پایین بی لیاقت سوادشو نداری گم شو بیرون گم شو بیرون جاسوسا نتونستی کارگر شرکت صفر کارگر شرکت آقای افشار نتونستی مدیریت کنی کارگر شرکت صفر مدیر عاملشه ای اصلا کارش نیست افشار اصلا کارش نبود مدیر شرکت میتونم بشم چون همه کار شرکت ما میدونیم صفر کارگرا بلده برای شرکت چیکار میکنه ما داریم شرکت اداره میکنیم مدیر کارش چیز میکنیم ای اصلا نوردنش نمیدونم از کجا هیچ کارش اصلا هیچ بلد نیست کارش فقط دوزیه نجر فقط دوزیه کارش اسمای جاسوسا اسمای خایم آلا امروز به همه مدیران شوش و استان خوزستان اعلام میکنیم یک کارمندی میذاریم مدیر عامل اگر خلصانه روز به همه مدیران بیارزه شوش و استان خوزستان اعلام میکنیم نماینده شوش اگر به وضعیت اگر به وضعیت هفته برسیدگی نشه نوبت اونا هم میرسه فردا نوبتشونه اسماعیل جاسوسا خواهیم حالا حرف آخر جاسوسا از اون بالا تا این پایین بدونن حرف آخر همه کارگرای هفت‌تپه تا تمام مطالباتشون رو تکرار میکنم تا تمام مطالباتشون رو دریافت نکنن اعتصاب اعلام اسماعیل جاسوسا کارگری و سندیکای کارگری هفت‌تپه باید آزاد باشند حالا از اون بالا تا این پایینش اعلام میکنم نه از اخراج میترسیم نه از زندان اگر یک نفر اخراج بشه یا زندان بشه ولو اینکه تمام مطالبات رو بدین اعتصاب ادامه خواهد این سطحی که از این سخنرانی حمایتی که کارگرها میکردن مطالباتی رو که مشخص دانه به دانه داشتن قدرتی که در توان بیان مطالبات داشتن و اینکه حکومت رو تهدید میکنن که حتی اگر یک همکار اونها بازداشت بشه یا اخراج بشه یا بخواد که مورد تعرض قرار بگیره اعتصاب رو ادامه خواهند داد ولو آنکه
همه حقوقی هم که نفر اونا رو 5-6 ماه حقوق، بعضی تا 8-10 ماه طلبکارن، یعنی شوخی نیست، جیبا خالیه. ولی میگن اگر که این حق و حقوق رو ندادید و تازه بدهید، اما یاران ما رو بخواید دستگیر کنید یا اخراج بکنید، ما به این اعتصاب ادامه خواهیم داد، کمان که امروز هم به این اعتصاب ادامه دادن. یعنی در آموزشی که ما از این حرکت زیبا، این سخنرانی روشن و این حمایت همه جانبهی که جمله به جمله‌ای که سخنران میگه با قلب و جان بیننده های او که همون همکارانش هستن آغشته است، و چه خوب شعارها رو تبدیل به مطالبه میکنن. یعنی میگن اعتصاب اعتصاب اعتصاب. مدیر دزد و غارتگری مثل اون سیامک افشار نه تنها بایستی بره، بایستی دستگیر شه، محاکمه شه و دیده بشه. صدها میلیارد دلار از کارخونه رو اینها خوردن، یا اون اسد بیگی و یا اون فتیان پور که اسامیشون رو به روشنی میگن کارگرها، غارتگرانی هستن که حتی پاشون رو از گلیمشون دراز گذاشتن. اون افشار خائن حتی نسبت به زنان مهندس کارخونه سوء نیت میخواسته اجرا بکنه. خانم خنیفی فر که از مسئولین آزمایشگاه شرکت بوده رو میخواسته باهاش ارتباط به زور برقرار کنه که این خانم شکایت از او میکنه به قوه قضاییه. این سیامک افشار این چنین موجود پلیدیست که به زور حتی میخواد خودش رو تحمیل به یه انسان دیگه بکنه. حتی زندگی خانوادگی خنیفرها رو به هم زد و همسرش جدا شد از این خانم مهندس فوق لیسانس. ولی این خانم به شکایت ادامه داد، قوه قضاییه را با 2 میلیارد تومان خرید، تیم استقلال خوزستان رو 2 میلیارد تومان پول بهش داد که فرماندار رو بخره، به رئیس اداره ارشاد 2 میلیارد تومان دیگه پول داد تا بتونه بخش خبرنگاری خبررسانی رو خفه بکنه. کارگری که از کرخه و اون سایت کرخه میگه، اون یک سایت حکومتی است در استان خوزستان که هیچ کدوم از این اعتراضات و این همه جفایی که در حق کارگرا شده جیک نزده. ما این ور دنیا دونه به دونهشو میدونیم که کارگرا 6 ماه 8 ماه 9 ماه حقوق نگرفتن، 4% بیمه اونها رو که کم کردن از حقوقشون، بجز حالا بیمه اصلی درمان و اینها، 4% که بایستی برای کارهای سخت و زیان آور به حساب تأمین اجتماعی بریزن، تا کارگرایی که با قانون کار سخت و زیان آور بازنشسته شدن بتونن از مزایاش استفاده کنن. 8 ماه 1 سال برخی از این بازنشسته ها هنوز حقوق بازنشستگی نمیتونن بگیرن، چون اون حق 4% بیمه رو هم به صندوق تأمین اجتماعی ندادن این افشار و همدستان دزدش که همه سپاهی و فرمانداری و بازنشسته وزارت صنایع و وزارت نمیدونم سپاه اینها هستن. حالا اسمشون جهانی شد، فتیان پور، اسد بیگی، سیامک افشار، به عنوان دزدان، غارتگران و کسانی که چپاولگر هستن در شهر شوش و در شرکت نیشکر هفت‌تپه توسط کارگران اینطور به هم محاکمه کشیده شدن، اینطور رسوا شدن، فیلمش آمده، در سایت ها رفته، در کانال های خبرگر، در کانال های تلگرامی رفته، الان هم که از تلویزیون هایی که آزاد و مستقل هستند و میخوان که صدای بی صدایان باشن، صدای طبقه کارگر، صدای مزدبگیران، صدای بازنشستگان، صدای ارتشیان دلاوری که در 19 آذر پیوستن به جنبش کارگری، پیوستن به بازنشستگان کشوری و لشکری و شاغل و بازنشسته با هم آمدن، مالباختگان هم به بازنشستگان پیوستن روز 19 آذر در جلوی مجلس و میدان بهارستان و یه تجمع چند هزار نفره برگزار شد. حکومت صدها نیروی مسلح و ارتشی و لباس شخصی و کلاکج و چه میدونم سرکوبگر از حفاظت امنیت سپاه و وزارت اطلاعات آورده بود، ولی حریف نشد، چون این بار مردم برای نان شبشون، برای حق و حقیقتشون، برای زندگیشون دارن به میدون میان. این هست که میبینیم این جنبشی که این بار در ایران برپا شده، جنبش ستم دیدگان دادخواه است،
جنبشی است که یک بالش عیاران معیشت هستند، مثل همین اسماعیل دلاور، این کارگر با شکوه نیشکر افتپه، این نماینده سندیکایی کارگران. یک بال دیگرش رسانه‌های آزاد و مستقلی هستند، مثل سایت خبرگر، مثل تلویزیون اندیشه، مثل تلویزیون دیدگاه، مثل برنامه‌هایی که در تلویزیون پارس یا تلویزیون‌هایی که همه به براندازی این حکومت و استقرار یک نظام دموکراتیک انسانگرا و سکولار و رائیک که به هیچ وجه دین ایدئولوژی در زندگی مردم دخالت نکنه پیوستن. از این سخنرانی، از این حضور همبسته و سازمان یافته و هدفمند ما نتیجه میگیریم که طبقه کارگر و رهبران اون که قدرت ایجاد سندیکاها رو داشتن، قدرت تشکیل سندیکاها رو داشتن در دیکتاتوری ولایت فقیه و امروز با بلندگوهای جهانی، با صدایی که از تمام دنیا پخش میشه، به صف اول مبارزات آمدن در خارج و داخل کشور و رهبری این جنبش دموکراتیک، انسانگرا، آزادی خواهی که برای نان شب، برای اجاره خونه، برای مریضی، برای سلامتی، برای درمان، برای ادامه تحصیل فرزندانشون، برای انسان بودن، برای حق حیات دارن مبارزه میکنن و به کف گرفتن. دیگه ما امروز دنبال رو شیخ و آخوند و نمیدونم آخوند بعضی میگن مکلا بی لباس آخوندی و این نماینده های دروغوی مجلس و جناهای حکومتی که هر کدوم میان یه لافی و یه لاسی بزنن، یه روزی احمدی نژادی ها میان، یه روز رفسنجانی چی ها میان، یه روزی طرفدار خاتمی غارتگر و دز میان، یه روز به نام بنفش میان، یه روز روحانی میشن، یه روز جسمانی میشن. هیچ کدوم این جناها رو دیگه ما کارگرا باور نداریم. با قدرت اعلام میکنیم که رهبری این جنبش در دست ماست. ما این که این بار دیکته میکنیم که چگونه حرکت باید کرد و کجا نظام رو باید ساقط کرد. دستور کار امروز ادامه سازماندهی هاست، گسترش اعتراضات هست، برقراری پیوند توسط فعالین، کادرهایی که آموزش دیدن در سندیکاها، در شوراها، در کمیته‌های هماهنگی، کمیته‌های پیگیری و نهادهای مختلف کارگری و دانشجویی که بتونیم مثل جنبش دانشجویی که از 13 آذر تا 16 تا 17 آذر، حتی روزی که کانون نویسندگان برای پوینده و مختاری برنامه گذاشت در امامزاده طاهر، که این حکومت ترسو حتی از یاد پوینده و مختاری و پروانه فروهر و همچنین داریوش فروهر و دیگر نویسندگان و روشنفکرانی که کشته میترسه، چون اونها هم با طبقه کارگر، با مزدبگیران و زحمتکشان، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مال باختگان همه پیوند دارن میخورن. امروز پیوند بین ارتشیان که دیدی چه بیانهایی دادن، البته ما هفته قبل چون تلویزیون مسائل داشت اون برنامه رو نداشتیم، امیدوارم یه برنامه فوق‌العاده برای ارتشی ها ما بذاریم، که اونها با یه بیانیه بزرگ و قلدرانه خودشون اعلام کردن که در صدای ارتش که 20,000 عضو الان داره و اونجا اعلام کردن که ما هم همین خواسته های طبقه کارگر، معلم، پرستار و زندانیان رو داریم، ما هم جزی از عیاران معیشتیم و ما هم خونه های سازمانی تو سرمون داره خراب میشه، ما هم اجاره خونه باید بدیم، پول تحصیل فرزندانمون رو نداریم و صدای ارتش، صدای ما ارتشی های محرومی است که از امکانات سپاه و سران ارتش بهره مند نیستیم. و در روز 19 آذر دانشجویان، بازنشستگان، شاغلان، ارتشیان، فرهنگیان، مال باختگان، دانشجویان که فرزندان همین خانواده هستن، دختر و پسر، به این صف بزرگ مردمی پیوستن و از این 19 آذر میبینیم که جنبش مطالباتی تبدیل به جنبش سیاسی شده و کارگران اینچنین قدرتمند میگن که بخش خصوصی که خود حکومت درست کرده و دزد و غارتگرن، همین افشارها
همین فتیانپورها، همین اسد بیگی ها در کارخانه نیشکر هفت‌تپه و همه ایران که یا سپاهی هن یا بسیجی هن یا نیروی انتظامی هن، برار از همین دزدا و غارتگرای حکومتی هن، یه روزی نماینده مجلس بودن، یه روز شدن وزیر، یه روز شدن وکیل، یه روز شدن شورای شهر، همه اینا با هم کشور ما رو به این فلاکت رسوندن و این کارگران با قدرت اونا رو شناختن و میگن این مدیریت و این مالکیت کارخونه باید عمومی باشد و به نام دولتی در رأس خود ما باید باشد. دیدید یه کارگر دیگر صحبت کرد، گفت ما این که میچرخونیم، ما کارگرا، ما معلما، هر کدوم ما که کار میکنیم، ما داریم این کار رو میچرخونیم. این دوزها و مفخورانی که خودشون هیچ استعدادی هیچ سوادی ندارن، دیدیم که به راحتی بهشون میگفتن که شما ارزه شدید فقط به زور تفنگ بالا سر مایی، با اون تفنگ هم این اتحاد میشکونه و میبینیم چه اتفاقی میفته. کارگران به صفحه اول آمدن، تهدید میکنن و آمادن که رهبری این جنبش بزرگ براندازه حکومت و استقرار نظام دموکراتیک و انسانی رو به دست بگیرن. با برنامه‌های دیگر، مبارزات دیگر در کنار شما هستیم و جهت‌ها رو با هم دیگه مشخص می‌کنیم. وقت برنامه تمامه، از اتاق فرمان قدردانی می‌کنم. به درود. هفته‌ای پر از مبارزه، کوشش و تلاش برای هممیهنانم برای براندازی نظام پلید دزد و غارتگر آرزو میکنم. اتحاد، مبارزه، پیروزی.